برای بسیاری از ایرانیان دولت دونالد ترامپ در آمریکا با سیاست فشار حد اکثری گره خورده، سیاستی که تحریم‌های کمرشکن علیه تهران رو بازگردوند. دو سال بعد از آغاز سیاست فشار حد اکثری، حالا بسیاری در خود آمریکا از شکست اون صحبت می‌کنند. ناظران میگن این سیاست نه تنها موفق نشده رفتار ایران رو تغییر بده، بلکه این کشور رو دوباره به ساخت بمب هسته‌ای نزدیک‌تر کرده و به مهمترین هدفش که قطع دسترسی حکومت به پول یا به بیان ساده‌تر توقف صادرات نفت ایران بود هم نرسیده. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، ذخیره اورانیوم غنی شده ایران به 12 برابر میزان توافق شده در برجام رسیده و این کشور در دو ماه گذشته به طور متوسط روز 1,200,000 بشکه نفت صادر کرده. آیا این نتیجه نبودن یک اجماع بین‌المللی در اجرای تحریم هاست یا این تحریم ها از ابتدا محکوم به شکست بود؟ در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک در دانشگاه فلوریدا جنوبی از تامپا، امین سوفیامر، پژوهشگر فلسفه سیاسی در دانشگاه ایندیانا از ایندیانا، و اینجا در استودیو بهرنگ تاجدین، خبرنگار اقتصادیمون. خوش اومد میگم به همه مهمان‌ها. بهرنگ، اجازه بده با تو شروع بکنیم. بحث ما بیشتر اشاره به گزارش واشنگتن پست داره که دو روز پیش منتشر شد. یک نگاه کلی کرده به سیاست فشار حداکثری، اهدافش، و در دو مورد به طور مشخص میگه که اونها به اون اهداف نرسیدن. یک اینکه ایران نزدیکتر شده به ساخت بمب هسته‌ای، و در مورد دیگه اینکه صادرات نفت ایران به مراتب بالاتر رفته و نه تنها که صفر نشده، گرچه پایین‌تر اومده از اون چیزی که قبل از برجام بود، ولی در طول چند ماه گذشته خیلی بالا رفته. چقدر اینا به واقعیت نزدیکه؟ ببین، در مورد اول از بحث اورانیوم شروع کنیم. بحث اورانیوم غنی شده اینه که دوام مسئله اینه که ایران با همون ظرفیت قبلیش ظاهراً به غنی‌سازی ادامه داده. مسئله اینه که به خاطر اینکه آمریکا اومد کشورهایی رو که در واقع این اورانیوم غنی شده رو از ایران می‌خریدن، اونها رو تحریم کرد، این اورانیوم غنی شده همینجور داره جمع میشه. این البته روایت مقام‌های ایران. اما بحث اصلی بحث در واقع نفت و به نوعی اقتصاد ایرانه. ببین، اتفاقی که توی سال‌های گذشته این افتاده اینه که به لطف تحریم‌ها و دلایل دیگه سهم نفت از اقتصاد ایران همینجور کم و کمتر شده، به طوری که سال گذشته حدوداً 14-15% کل اقتصاد ایران رو تشکیل میداد. از وقتی که تحریم‌های آمریکا شروع شد، مقام‌های ایران از جمله وزیر نفت و بقیه مقام‌ها به شدت از گفتن رقم صادرات نفتی ایران ابا داشتن. در نتیجه شما می‌بینید که کشورهای مختلف، نهادهای مختلف، رسانه‌های مختلف به این در واقع منابع ثانویه اتکا می‌کنن در مورد اینکه بفهمم ایران چقدر داره نفت صادر می‌کنه، چون یه مقدار زیادی از این نفت داره توی اصطلاحاً بازار خاکستری صادر میشه. مسئله اینه که حتی قبل از این گزارش واشنگتن پست هم ما یه جای دیگه دیدیم که وقتی گمرک ایران آمار صادرات 7 ماهه را اعلام کرد، یه دفعه نسبت به صادرات 6 ماهه 5 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده بود. یعنی انگار مهر ماه ایران یه چیز حدود 5 میلیارد دلار فقط در مهر ماه صادرات داشته، در صورتی که توی 6 ماه قبلش فقط حدود 13 میلیارد دلار بوده. این احتمالاً نشون میده که آره، در واقع این هم تایید میکنه که به نظر میاد صادرات ایران در این اواخر تابستون، اوایل پاییز افزایش پیدا کرده، احتمالاً بخشش به هر حال صادرات نفت خام و میعانات گازیه. ولی باز مسئله اساسی اینه که نفت الان همه اقتصاد ایران نیست. ایران مثل عربستان نیست که 4/5 اقتصادش نفت باشه. ایران یه چیزی کمتر از 1/5 اقتصادش نفته. اگر به کل اقتصاد ایران نگاه کنیم، به چیزی که بهش میگن تولید ناخالص داخلی که حجم کل فعالیت‌های اقتصادی ایرانه، و این رو دوی 25 سال گذشته نگاه بکنیم، می‌بینیم که در دو مقطع در سال‌های مختلف این در واقع روندی که در مورد تولید ناخالص داخلی وجود داشت تغییر کرده. این نمودار رو نگاه کن. ببین،
اون در واقع میله های آبی مال دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی از 1376 تا 83 و بعد شما دوران محمود احمدی نژاد رو دارید و دوران حسن روحانی رو. چیزی که میبینیم که تولید ناخالص داخلی ایران داشته همینجوری رشد میکرده تا میرسیم به سال 90 و وقتی تحریم‌های گسترده در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما شروع میشه اون روند متوقف که میشه هیچی، شروع میکنه به پایین اومدن و بعد دوباره ما در سال 95-96 که در واقع برجام رو داریم و اجرای برجام رو داریم میبینیم که دوباره اقتصاد ایران جهش کرده، ولی بعد وقتی که دونالد ترامپ تحریم‌ها رو برمیگردونه میبینیم که در دو سال گذشته ایران اقتصادش در رکود بوده و امسال هم تازه ترین پیشبینی که در واقع گزارش چشمانداز اقتصادی جهان صندوق بین المللی پول منتشر شده که این بر اساس آمارهای نهادهای رسمی ایرانه، میبینیم که انتظار داریم ایران امسال اقتصادش 5% دیگه دوباره آب بره و برای سومین سال پیاپی رکود رو داشته باشه و اگر این اتفاق بیفته در واقع حجم اقتصاد ایران در سال 99 معادل حجمش در سال 1383 بوده، یعنی در طول این بیشتر از 15 سال اقتصاد ایران با همه اتفاقایی که افتاده هیچ رشدی نکرده، به نوعی عقب روی داره. این اتفاقیه که برای اقتصاد ایران افتاده، یعنی بحث فقط بحث این نیستش که ایران چند بشکه در روز نفت صادر میکنه یا اینکه مثلا ذخیره اورانیوم غنی شدهش چقدره، که در منظورت اینکه در وضعیت مردم ایران مشخصا تغییرات عمده اتفاق افتاده، این رو خود مردم هم سر سفره‌های خودشون قطعا میتونن ببینن. سیاست فشار حداکثری در مورد فقیرتر کردن در واقع جیب مردم و پولی که به جیب مردم میرفته عملا اون رو کمتر کرده، در این حالی که روی دولت هم به لحاظ اقتصادی به هر حال تاثیرات خودش رو گذاشته که توی این گرافیکی که تو نشون دادی مشخصا میشد در تولید ناخالص ملی این رو دید. وضعیت مردم چگونه شده؟ یعنی شاید بهترین سوال این باشه که مردم چی میبینن؟ ببین بیا تولید ناخالص داخلی رو به یک کیکی تشبیه کنیم که همه بخش‌های اقتصاد، همه مردم کشور با همدیگه تو درست کردنش سهیمن. در مثل مناقشه نیست ولی مثال خوبیه. اتفاقی که افتاده وقتی میگیم این تولید ناخالص داخلی مثلا رشد کرده، یعنی این کیک بزرگتر میشه، وقتی رکود داریم این کیک کوچیک‌تر میشه. حالا اتفاقی که میفته اینه که در طول سال‌های مختلف وقتی که این کیک حتی اگه اندازش ثابت بمونه، تعداد کسانی که این کیک رو باید بخورن این داره بیشتر میشه دیگه، چون رشد جمعیت رو داریم. در نتیجه اگر این درآمد کل اقتصاد کشور رو تقسیم کنیم بر تعداد مردم به یه شاخصی میرسیم به اسم درآمد سرانه و وقتی اون رو نگاه کنید شما میتونید کاملا ببینید که چه اتفاقی افتاده. اگه نمودار رو همکارانمون بتونن نشون بدن، اتفاقی که افتاده اینه که درآمد سرانه که این مثلا شاخص خوبیه برای سنجش قدرت خرید یا رفاه مردم، این همینجور از سال 75-76 داشته میرفته بالا، ولی اگه نگاه کنید از سال 90 به بعد اومده پایین. و چقدر اومده پایین؟ تقریبا 40% از سال 90 تا 99 اومده پایین. یعنی درآمد سرانه هر ایرانی، قدرت خرید هر ایرانی به طور متوسط در یک بازه 10 ساله 40% کم شده. این البته به معنی این نیستش که بعضیا پولدار نشدن. چرا؟ بعضیا پولدار شدن. ضریب جینی که نشون دهنده نماد نابرابری اقتصادی حتی توی این مدت یه خورده بیشتر شده. بعضیا توی این سالها در واقع مرفه تر شدن، ولی یه عده بیشتری هم هستن که به میزان قابل توجهی قدرت خریدشون اومده پایین، رفاهشون اومده پایین و این اتفاقیه که در نتیجه تحریم و سیاست‌های اقتصادی دولت ایران و عوامل دیگه، حالا اینا رو شاید نشه راحت وزندهی کرد، ولی در نتیجه همه این اتفاقایی که تو این 10 سال افتاده می‌بینیم که مردم ایران به طور متوسط 40% قدرت خریدشون و درآمد سرانه‌شون اومده پایین. یعنی 40% هم فقیرتر شدن. اجازه بده که مهمان‌هام رو هم وارد بحث بکنیم. آقای صوفیامهر بذارید با شما آغاز بکنم. شما فکر میکنم که موافق سیاست فشار حداکثری آقای ترامپ هستید، دولت او
اما گزارش هایی توسط خود رسانه های آمریکایی داره منتشر میشه که میگه این سیاست شکست خورده. تحلیل شما چه است؟ البته با این فرض که رسانه ها در آمریکا شاید 95%شون دشمن خونی هستن با آقای ترامپ و سیاست های اون، خب اگر که تحلیل اونا اینه، حالا ما از زاویه منافع ملی ایران نگاه کنیم، حتی اگه بپذیم فشار حد اکثری شکست خورده، معناش اینه که تلاش دیگر برای اصلاح جمهوری اسلامی شکست خورده. چرا که اگر دولت ملی بر سر کار بود و قرار بود اصلاحاتی در ایران انجام بده، کمابیش همین از 12 اصل رو رعایت میکرد تا تنیزدادی رو با جهان خارج تخفیف بده و بتونه دوستهای منطقه‌ای و ائتلافهای منطقه‌ای رو چشم بده. با این تبصره که البته ایران صنعت فلسطین، شرکت فلسطین خودش به کنار میذاشت در ازای بازسازی و نوسازی نیروهای هوایی خودش، چرا که جمهوری اسلامی به دلیل سیاست‌های غلطش ایران رو از داشتن نیروی هوایی مدرن محروم کرده. پس بنابراین اگر بگیم که کسانی خوشحال باشن از شکست فشار حد اکثری، در واقع پیروزی به دست آوردن در عین شکست، چرا که جمهوری اسلامی اصلاح نمیشه مگر با استحاله و این 12 شرط چنانچه که موافقان و مخالفان باور داشتن موجب استحاله نظام میشه. بحث خوشحال شدن یا ناراحت شدن کسی نیست، بیشتر شاید بحث این باشه که عملا شما میدونین که همونطور که بهرنگ هم اینجا توضیح داد و روی گرافیک ها دیدیم، مردم زیادی خرد شدن به لحاظ اقتصادی به خاطر این سیاست. و ببینید من خیلی شما رو به اصطلاح ستایش میکنم به خاطر که درد مردم رو دارید، ولی مردم رو به عنوان یک پدیده هموار و به اصطلاح بدون گسست درونی نبینید. مردم ایران میشون است به سه قسم تقسیم بشن. یکی این که مردمی که مخالف جمهوری اسلامی هستند و موافق تحریم هستند، یه عده هم مخالف جمهوری اسلامی هستند و هم مخالف تحریم ها، یه عده مخالف تحریم ها هستند و موافق جمهوری اسلامی. خب به هر حال این قسمت آخر، این دسته سوم از مردم به قول شما، اگر که خربوزه حمایت از سیاست های جمهوری اسلامی و تنش‌زاییش رو میخورن، باید پای لرز تحریم هم بشینن. اینجوری نیست. یکی از نشانهای بلوغ فکری و شخصیتی اینه که ما به اصطلاح پیامدها و هزینه انتخابمون رو میپردازیم. اگر دست به انتخاب بزنیم و هزینه زیر هزینه بزنیم، اون نشون دهنده میده ما دوچار عدم بلوغ فکری و شخصیتی. من جوابم یک جواب کوتاه. فقط بگین که این سیاست بالاخره شکست خورده یا نخورده از نظر شما؟ این اگر دولت بایدن سر کار بیاد، این سیاست به احتمال زیاد متوقف میشه. حالا شما اسمشو بزنید شکست یا پیروزی، به قول شما حرف از احساسات نزنید، مشخص نیست. شاید آقای بایدن هم بیاد و گزارش‌های به ایشون بده و متوجه بشه که لازمه بگین این فشار حد اکثری رو حفظ کنه، اما اسمشو یه چیز دیگه بذاره. بنابراین اینکه شکست خورد یا پیروز شده هنوز نمیشه به طور قطع گفت. متوجه شدم. آقای میلانی نظر شما رو بشنویم. با عرض سلام خدمت جناب عالی، مهمانتان و شنوندگان بینندگان عزیز. کارنامه سیاست حد اکثری آمریکا شکست خورده، نشون میده که این سیاست کاملا شکست خورده و به هیچ کدوم از اهدافی که اعلام کرده یا اهدافی که پشت پرده پیگیری کردن نرسیده. ولی این به این معنا نیست که ایران برنده شده. متاسفانه ما به خاطر سیاست اشتباهی که آقای ترامپ با خارج شدن از برجام اتخاذ کرد، هم به ضرر منافع ملی آمریکا عذاب درآمد و هم به ضرر منافع ملی ایران. یعنی ما دو بازنده داشتیم به خاطر این سیاست بد، هرچند که به خاطر قدرت زیادی که آمریکا داره، ضرری که به آمریکا زده شده لحاظ اقتصادی کمه، ولی لحاظ سیاسی و لحاظ پرستیژ بین المللی آمریکا ضرر زده. ببینید یه سری معیارها هست که این معیارها رو کسایی که در رابطه با سیاست فشار حد اکثری تحلیل میکنن نمیتونن زیر پا بذارن.
دولت آقای ترامپ آمد روی کار، گفت ما این قرارداد برجام رو قبول نداریم، چون یکی از بدترین قراردادهایی بوده که در تاریخ بشریت امضا شده. و رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه آمریکا یه سری مسائل رو مطرح کرد. آقای پامپئو آمد 12 شرط گذاشت. من از شنوندگان عزیز خواهش میکنم برن این 12 شرط رو نگاه کنن. من امروز صبح این کار رو انجام دادم. یک دونه از این 12 شرط ایران انجام نداد. آمدن گفتن که ایران به پای میز مذاکره میاد. نه فقط ایران به پای میز مذاکره نیامد، همونطوری که در گزارش خیلی خوبتون امروز اعلام کردید، اورانیوم غنی‌سازی ایران و غنی‌شده ایران هم زیادتر شد. سیاست‌های منطقی ایران از عراق گرفته تا لبنان تا سوریه تا یمن کوچکترین تغییر نیامد روش. ایران تضعیف نشده، همون سیاست‌های قبلی رو داشته. و از همه مهمتر سیاست آمریکا در سازمان ملل با شکست برخورد کرد و تنش زیادی بین آمریکا و متحدین اروپایی آمریکا به خاطر این سیاست‌ها به وجود آمد. بنابراین پرونده سیاست حد اکثری میفرمایید شکست خورده. آقای میلانی، من فکر میکنم مثلا اگر من موافق تحریم ها باشم و موافق این باشم که بخوام رفتار جمهوری اسلامی تغییر بکنه، میگم چه اهرم دیگری غیر از اهرم اقتصادی کشوری مثل آمریکا میتونه داشته باشه اگر بخواد رفتار کشوری مثل ایران رو تغییر بده؟ ببینید، مهمترین اهرمی که به نظر من تا در این 40 سال اخیر کار کرده اهرم مذاکره بود. ایران وارد جنگ شد با عراق، عراق به ایران حمله کرد و بعد از اون ما دیدیم که یعنی در همون دوران یه سری تحریم‌ها به وجود آمریکا علیه ایران گذاشت و سیاست آمریکا در این 40 سال کاملا شکست خورده در رابطه با ایران. تنها دوره‌ای که به نظر من سیاست آمریکا موفق شد و تونست یک به اصطلاح تنش رو بین ایران و آمریکا کم کنه، دورانی بود که رئیس جمهور اسبق آمریکا آقای اوباما وارد مذاکره شد با ایران، در صدای ایران رو شنید، آمد به این نتیجه رسید که ایران به عنوان یک کشور پرقدرت یک سری منافع داره، باید به این منافع احترام بذاره آمریکا، و آمدن به یک قراردادی رو با هم دیگه امضا کردن. این موفق ترین کاری بوده که آمریکا کرده. آقای سوفیامه ببخشید، میبینم که سر تکون میدید و مخالف هستید، نظرتون رو بفهم. ببینید، اینی که ایشون میگن تنها مذاکره جواب داده، اون مذاکره هم ناشی از فشار حداکثری آقای اوباما بود و وقتی آقای اوباما یه سنبه پرزوری علیه سران جمهوری اسلامی به کار برد. دومن این که برجام حاصل یک نوع صلح تاکتیکی جمهوری اسلامی بود برای انجام دادن صلح در جبهه هسته‌ای که بتونه سیاست تهاجمی خودش رو در عرصه‌های منطقه موشکی و تروریسم و سرکوب مردم به پیش ببره. بنابراین ببینید، سرکنگبین برجام موجب افزودن صفرای تهدید امنیتی جمهوری اسلامی شد و اگر آقای بایدن بخواد همین سیاست شکست خورده رو به اصطلاح اجرا بکنه، بله جمهوری اسلامی یه صلح تاکتیکی در جبهه هسته‌ای انجام میده، اما منطقه رو با آشوب میکشه، تمام هزینه های به اصطلاح آشوب و از دهان مردم ایران میگیره و خرج حوثی‌های های یمن و هشت الشعبی عراق و طالبان در افغانستان و بشار اسد خونریز در سوریه میکنه و جامعه ایران روز به روز فقیرتر و به قول شما مردم خرد خواهند شد. اگر که ما واقعا دغدغه مردم رو داریم، ببینید به مار ماهی مانی، یا مار باش یا ماهی، ما نمیتونیم از سیاست جمهوری اسلامی که ایران رو در به فلاکت کشونده دفاع کنیم به اسم دفاع از منافع ملی. بعد اون موقع وقتی که بخوایم حساب هزینه پرداخت هزینه ها بشیم، میگن آخه بمیرم برای مردم ایران که چقدر یتیمن و چقدر شکست خوردن و خرد شدن. ببینید، ما باید تکلیف خودمون رو مشخص کنیم. این نکبتی که بر ایران حاکم شده حاصل 40 سال سیاست آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی جمهوری اسلامیه و سران جمهوری اسلامی، آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی، با بقای خودشون و تداوم حکومت نامشروع خودشون در ایران پیوند زدن، به گونه ای که اگر آمریکا ستیزی رو خامنه‌ای و بسیج و سپاه کنار بذاره، با اصطلاح بحران موجودیت، با بحران هویت مشخص بشه. آقای میلانی متاسفانه
منافع ملی ایران رو به منافع مشتی به اصطلاح جانی حاکم بر ایران تقلیل میدن و متاسفانه میگن که این 12 شرط خب اجرا نشده. خب آقای میلانی، شما اگه فردا مردم ایران شما رو انتخاب کردن، با کدوم یک از این 12 شرط مخالفی؟ با حمایت از حوثی‌های یمن مخالفی؟ با حمایت از هشت شبیه عراق مخالفی؟ با مخالفت با طالبان مخالفی؟ آخه با کدوم از اینا مخالفی؟ ببینید، ایران در هفته گذشته یه همسایه خودشو از دست داد. مرز زمینی ایران با ارمنستان از بین رفت. عمق استراتژیک ایران اونجاست. چرا جمهوری اسلامی؟ ببینید، من نمیتونم در آمریکا بشینم و تحلیلم از خبرگزاری فارس بسیجی وارتر باشه. خبرگزاری فارس گفته به اصطلاح ائتلاف شوم علیه ایران انجام شده به خاطر این وقایعی که در قفقاز صورت گرفته. عمق استراتژیک ایران، منافع ایران در دریای خزر. البته بزنیم بحث متمرکز نگه داریم روی همین سیاست فشار حداکثری، چون بخوایم خیلی گسترده‌تر از اینا میشه. آقای میلانی، اون 12 شرط یه بخشش شروطیه که به هر حال امروز آقای بایدن هم اگه بر سر کار بیاد و فرضاً بگیریم بخواد به برجام برگرده، نمیتونه از اون بعضی از اون شرط‌ها نمیتونه بگذره و برخی از اون شرط‌ها به قول آقای صوفی عامر اگه ایران جمهوری اسلامی بخواد به اونها تن بده با ماهیتش در تضاده. چه باید بکنه؟ ببینید، بحثا رو ما به صحرای کربلا نزنیم. من همیشه میشنوم که جمهوری اسلامی آمریکا ستیزی میکنه. کاملا درست، حرف کاملا منطقیه و یکی از انتقادات شدیدی که من در سالیان سال سیاست خارجی جمهوری اسلامی کردم همین مطلبه که منافع ما با این آمریکا ستیزی جور در نمیاد، حتی منافع ما با اسرائیل ستیزی جور در نمیاد. اما من موقعی که به سیاست خارجی ایران نگاه میکنم، فقط ایران رو محکوم نمیکنم. آقای مهمان شما یه طوری صحبت میکنه، آقای صوفی عامر یه طوری صحبت میکنه که آمریکا هیچ گناهی در این 40 سال انجام نداده، آمریکا هیچ کمکی به عراق در دوران جنگ نکرده، آمریکا هیچ تحریمی علیه ایران نیاورده. علم سیاست، علم روابط بین الملل اینه که همه کشورها سعی میکنن با سیاست‌های خودشون منافعی که اونها فکر میکنن منافع ملی ببرن جلو. به خاطر همین بعضی موقع به خاطر اینکه دو کشور نمیتونن با هم دیگه موافقت کنن وارد جنگ میشن. اما قبل از اینکه وارد جنگ بشن، باید وارد برن به پای میز مذاکره و با هم دیگه صحبت بکنن. من به خاطر همین همیشه گفتم که منافع ایران، منافع ملی ایران امروز در این هست که با آمریکا وارد مذاکره بشه. و نکته‌ای که شما گفتید به نظر من کاملا آقای افشار درسته. مسئله اتمی ایران یه مسئله‌ایه که در این 10-15 سال اخیر مطرح شده. اشکال عمده سیاست ایران و سیاست آمریکا برمیگرده به دوران اول انقلاب و تا زمانی که اون مسئله حل نشه، رابطه بین ایران و آمریکا معمولی نخواهد شد. و اون چیه مسئله؟ مطلب اینه که ایران بعد از انقلاب در سال 1979 تصمیم گرفت که قدرت خودش و نفوذ خودش رو در منطقه زیادتر بکنه و این کار رو با مخالفت با آمریکا انجام بده. و از اونجایی که آمریکا یه ابرقدرت مهمی بود، یکی از دو ابرقدرت بزرگ بود، داره سعی میکنه که جلوی ایران رو به عنوان یک نیروی مهم منطقه‌ای بگیره. دعوای راهبردی و جیواستراتژیکه. این دعوا قسمتیش در عراق، قسمتیش در سوریه است، قسمتیش در لبنان، قسمتیش در یمن، قسمتیش در افغانستان. و اگر ما می‌خوایم منصفانه قضاوت بکنیم، باید بیاییم ببینیم که منافعی که امروز جمهوری اسلامی، نه اون ایرانی که من فکر می‌کنم، وجود داره. بله، منم دارم میخواد ایرانی آباد و آزاد و شکوفان باشه، همه هم سالیان 100,000 دلار پول بگیرم، ولی اون ایران تو افکار منه. ایرانی که امروز هست این جمهوری اسلامیه. یه سری منافع داره، یه سری منافع هم آمریکا داره. کار ما اگر ما ایران رو دوست داریم، این باید باشه که این دو نفر رو بیاریم پای میز مذاکره بشینن که شاید پای میز مذاکره بتونن اختلافاتی که دارن با هم دیگه حل.
آقای صوفی همش چرا فکر میکنید که، یعنی تصور میکنم احتمالا مخالف باشید با این مسئله، یعنی پای میز مذاکره، خب چرا فکر میکنید که نمیتونه آمریکا منافع خودش رو، همون 12 شرط رو پای میز مذاکره با ایران به نتیجه برسه؟ ببین منطق تحلیل ایشون اینه که خیر الامور اوسط ها، یه تحلیلی بکنیم، نسیخ بسوزه نکباب، در صورتی که مسئله این نیست، مسئله این نیست که نسیخ بسوزه نکباب، مسئله بر سر اینه که آمریکا و آمریکا ستیزی با بقای جمهوری اسلامی پیوند خدا، گروه هایی که مخالف جمهوری اسلامی هستند بقای آمریکا رو پیوند نمیزنن با ایران ستیزی. اونا همیشه گفتن اگه جمهوری اسلامی عاقل و فرزانه بشه و بیاد سر میز مذاکره با اونا مذاکره میکنه. حتی خود آقای ترامپ، ببینید قبل از اینکه ترامپ از برجام خارج بشه، آقای روحانی با همون خنده مشهورش اومد گفت که، یه دفعه گفت 10 مرتبه، یه مرتبه گفت 17 دفعه، گفت که آمریکایی‌ها اومدن از ما تقاضا کردن، دولت ترامپ 10 مرتبه یا 17 مرتبه از ما خواستن که بیایم مذاکره کنیم و ما رد کردیم و ایشون میخندیم. بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد، سیاست رسمی جمهوری اسلامی شده این که اگر که آمریکا به برجام برگرده، اون موقع ما باش مذاکره میکنیم. ببینید دلیل نمیشه که جمهوری اسلامی اومده ایران رو گروگان گرفته، من با این گروگانا برم توی چاه و اینو بدتر از اون براش یه منطق منافع ملی بتراشم؟ نه خیر، جمهوری اسلامی داره ایران رو به سمت پرتگاه میبره، به دلیل اینکه آقای خامنه ای میدونه اگر که با آمریکا صلح بکنه، مجبور دست به اصطلاح پاکسازی در نیروهای امنیتی و سپاه بزنه، چون که احتمال داره نیروهای ایدئولوژیک دست به کودتا بزنن علیه خامنه ای، بنابراین هزینهش برای خامنه ای بالاست. چرا من باید با این منطق ایراددار که داره منافع ملی رو تباه میکنه همراه بشم و برای اون منطق منافع ملی بتراشم؟ ممنونم از شما آقای صوفی. مطمئنم که در طول چند هفته آینده این بحث ادامه خواهد داشت. ممنونم از امین صوفی مهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی با ما، محسن میلانی مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک، و بهرنگ تاجدین همکارم اینجا در استودیو. و ممنون از شما که همراه ما بودید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب روزتون خوش.